بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند درس امروزی ما و شما برادرها به ادامه درس های قبلی است. البته که در درس های قبلی ما راجع به خود برنامه سی سینه خواندیم و البته راجع به پیپرهای سی سینه خواندیم و همچنان موارد را که در سی سینه صحیح هستیم و شما میخوانیم اونا را هم دسکس کردیم و راجع به بعضی از وسایل هم دسکس کردیم و همچنان راجع به راوتر هم خواندیم. گفتیم راوتر چی است و با چی منظور ما استفاده میکنیم. و درس امروزی ما به ادامه درس گذاشته است. بعد از به ادامه از اون درس ما ادامه میدیم و پرزنتیشن درس خود پیش بریم. خب بعد از راوتر البته ما گفتیم که درس های عملی راوتر انشاءالله در درس های آینده میخوانیم، هم معیارسازی هم کنفیگریشن و هم بعضی از کارهای مختلف دیگی راوتر انشاءالله و استاد در درس های بعدی میخوانیم. خب میریم پیش که در پرزنتیشن دیگه چی گفته. سعی کنیم برادر این سیناریو را، البته یک چیز معلومات راجع به این بتم که شما میتونیم با وسیله راوتر دو و یا بالاتر از دو به حساب نتورک با هم وصل کنیم. در اینجا یکی از تعریفش است که همیشه وقتی که شما میخواین شبکه را وصل بسازین، یا شما خود سویچ دایرکت به راوتر وصل میتین و همچنان و به حساب میتونین که با سویچ ها رو با سویچ های دیگه ارتباط بتین و به خاطر عیارسازی خود راوتر شما میتونین راوتر رو به یک کامپیوتر مستقیم مشخص وصل کنین که با وسیله از او شما چی کنین کانفیگریشن یا عیارسازی انجام بتین. اینا رو انشاءالله خواهد خواندیم. با طرف نتورک تپولوژیز میریم برادرها، یا ساختمان یا استرکچر یا ساختار به حساب تپولوژی یا همه ساختمان شبکه رو ما و شما در این درس بس میکنیم که در حقیقت نتورک تپولوژی رو ما در درس های گذاشته هم خواندیم. گفتیم که به حساب تپولوژی در حقیقت از استرکچر لی اوت یا ساختمان یک شبکه چی میکنه بس میکنه، یعنی با کدام استرکچر با کدام ساختمان یا با کدام رقمی که شما کامپیوترها را در یک شبکه وصل میسازین، صحیح است نه؟ کامپیوترها را در یک شبکه وصل میسازین در حقیقت چی است برادران؟ همی شکل ساختمان و لیاوت که از همی شبکه به وجود میای خودش تپولوژی است. ولی برادر عزیز در اینجا ما و شما چرا تپولوژی را باز یک بار دسکس میکنیم؟ به خاطر از اینکه انشالله از این با درس های ما و شما هم زیادتر زرمی ساختمان و سرزمی عیارسازی و سر بعضی از استرکچرهای راوتر است که ما انشالله در درس های آینده میخوانیم. ما خود تپولوژی را بلموم میتونیم برادرهای عزیز به دو یعنی به دو بخش کتگرایز کنیم یا تقسیم کنیم. یعنی یکی ما میتونیم که به حساب لاجیکل تپولوژی بگیم، یکی هم فیزیکل تپولوژی است، صحیح هستی؟ فیزیکال تپولوژی در حقیقت عبارت از تپولوژی یا ساختمان است که شکل و ساختمان ظاهری و قابل دید است که استرکچر ساختمان و شکل از اونا رو شما با چشم چی میکنین؟ میبینین و مشاهده میکنین. و لاجیکال تپولوژی در حقیقت عبارت از شکل و ساختمانی است که در داخل یک شبکه چی میشه برادر عزیز با وجود میه یا به حساب ایجاد میشه، یا ارتباطات داخلی یک شبکه را ما لاجیکال تپولوژی گفته میتونیم، ارتباطات اینترنت را ما و شما یک لاجیکال تپولوژی گفته میتونیم و همسال از بعضی فرض مثال تپولوژی ها یا ساختارها یا ساختمانایی که ما با چشم میبینیم اما فرض ببخشید با چشم دیده نمیتونیم ولی موجود است، یک استراکچر یک ساختمان با وجود میه، اونها را ما و شما چی میگیم؟ لاجیکال استرکچر گفته میتونیم. بخصوص این لاجیکال استرکچر یا لاجیکال تپولوژی ها را ما بلموم در راوتر ها در سویچ ها انشالله که بحث میکنیم که دو و یا بالاتر از دو راوتر ها دو و یا بالاتر از دو سویچ ها را که ما با هم ارتباط بتیم چه قسم یک تپولوژی، چه قسم یک ساختمان یا چه قسم یک ساختار به وجود میه که انشالله زمینه درس های آینده انشالله ما این گپ ها را مورد مطالعه مورد بحث قرار میدیم. در اینجا هم یک تعریف کرده خود تعریفش متوجه میشیم و پیش میریم تا اینکه به برادران کلیر و واضح باشه، صحیح است نی؟ نتورک تپولوژی در حقیقت دیفاینز دی استراکچر اور اف دی نتورک، مطلب از این که ما میتونیم به واسطه نتورک تپولوژی یا تپولوژی شبکه بگوییم که در حقیقت تپولوژی یک شبکه ساختمان یا شکل یک چی را از یک شبکه بس میکنه. برادر عزیز با کدام رقم با کدام شکل که شما کامپیوترها را ارتباط میتین اونمو اشکال اونمو شکل یک شبکه را ما تپولوژی یا ساختمان یا ساختار گفته میتونیم. میگه one part of the topology definition is the physical topology which is the
actual layout of the wire or media. میگه یک بخشی از تپولوژی را ما میتونیم تعریف کنیم که عبارت از او ساختمان حقیقی یا او استرکچر فرض مثال قابل دید است که ما شما به حساب به وسیله کیبل یا به وسیله بعضی از میدیاهایی که قابل دید قابل لمس است ما او قسم یک تپولوژی را ارگانایز یا ترتیب یا تنظیم میکنیم. این هم یک تپولوژی، این هم یک ساختمانی، یک نوع ساختار ما شما چی میگیم برادر؟ ما میتونیم که فیزیکال تپولوژی برش نام ببریم. The other part is logical topology which defines how the media is accessed by the host for sending data. و بخش دوم یا پارت دوم به حساب از تپولوژی را ما logical topology گفتم میتونیم که پیشترم برتون گفتم و logical topology در حقیقت بر ما و شما از ارتباطات از send و receive از ترانسلیشن و از ارتباطات داخلی یک شبکه بس میکنه با کدام رقمی که یک هوست یعنی یک یوزر یک کامپیوتر اطلاع سن میکنه و کامپیوتر دیگه ریسیو میکنه با وسیله کدام میدیایی که این ترانسلیت میشه. صحیح است انشاءالله. این هم شما لاجیکل تپولوژی یا به حساب لاجیکل لی اوت میتونیم که برش نام ببریم یا بگویم. پس تپولوژی در حقیقت ما میتونیم دو بگیم از دو پارت اساسی تشکیل یافته، لاجیکال و فیزیکال از برادر. سوال باشه در اینجا یک مروری به بحث تپولوژی میکنیم که بحث تپولوژی یعنی چی و به چی منظور ما از بحث تپولوژی استفاده میکردیم. میگه بحث تپولوژی uses a single backbone cable that is terminated at both ends. برادر عزیز بس در حقیقت مستقیم استریت فارورد تپولوژی را میگه، یک تپولوژی مسلسل تپولوژی بود که برادر عزیز یک بکبون کیبل داره، یعنی یک بکبون یعنی متوازی که یک کیبل به اساس ستون فقرات داره، یعنی یک کیبل اساسی و مرکزی داره برادر، که تمام کامپیوترها تمام پی سی ها تمام هوست ها به این کیبل مرکزی به حساب چی میشن؟ وصل میشه و دو طرف از کیبل با وسیله ترمینیتور ترمینیت میشه که سیگنال اجازه نمیده از کیبل چی شوه؟ خارج شوه. و او بک بون یا او کیبل ما میتونیم که کوئکزا کیبل نام ببریم یا کیبل هایی که بخصوص دش در دش شده تلویزیون و در بعضی از وسایل مختلف دیگه مورد استفاده مورد یوز قرار میگیره. برادر عزیز در بحث تپولوژی که بود کل کامپیوتر به اونم کیبل با وسیله ریکوایرمنت که ما فعلا براتون ذکر میکنم استفاده میشد. ریکوایرمنتی که ما در بحث تپولوژی داشتیم برادران کامپیوتر بود، در حقیقت در پولی کامپیوتر کوئکس لان کارت داشتیم، ما و شما کوئکس یا کیبل داشتیم و به می شکل بینسی کانکتور بود، تی کانکتور بود و ترمینیتور بود که این ریکوایرمنت یک بحث تپولوژی مکمل بر ما تشکیل میده. در قدم اول شما کیبلتون رو مشخص میکنید کوئکس یا کیبل و بعد از اون برادران عزیز در هر جایی که شما کامپیوتر وصل میکنید در اونموجا کیبل قطع میکنین یک تی کانکتور وصل میکنین. تی کانکتور سه شاخه داشت، دو شاخه ایش پس به خود کوئکس یا کیبل وصل میشد و یک شاخه از این پس به طرف چی میرفت؟ به طرف کامپیوتر که شما او را به چی ارتباط میدادین؟ به همی بستپولوژی یا به کوئکس یا کیبل، یعنی یک طرفش به او کامپیوتر میرفت و به حساب به متعداد کامپیوتر ها ما تی کانکتور در کوئکس یا کیبل وصل میکردیم، دو طرفشان ترمینیتور وصل میکردیم و هر تی کانکتور به یک کامپیوتر به وسیله می پس خود کوئکس یا کیبل وصل میکردیم و در نوک هر کیبل که به کامپیوتر وصل میشد باز ما بی ان سی یا بریتیش نتورک کانکتور استفاده میکردیم تا که کامپیوتر ها را به حساب به می کوئکس یا کیبل به وسیله از این کانکتور چی میکردیم؟ وصل میکردیم. در حقیقت یک مکمل بس تپولوژی به وجود میاد که در سی دی های آموزشی ام سی سی هم و در بعضی ویدیوهای سابقه ما این تپولوژی ها را بس کردیم. از اون لحاظ ما سر سناریوش دیگه کار نمیکنیم، لفظی و شفاهی برتان معلومات دادم. و اگر دیگه میگه all the hosts connect directly to this backbone و تمام کامپیوترها تمام پی سی ها به شکل مستقیم در این هاست یا در این ببخشید در این کیبل مرکزی در این وصل میشه. این یک شکل و ساختمان بس تپولوژی. هر گروپ یعنی هر به شکل مدور یا دایره‌ای کدام شکل را که می‌بینیم نمایندگی از هر هوست میکنه، هوست یعنی کامپیوتر و هر از هر کامپیوتر یک کیبل به بک بون یا به مو لاین مرکزی چی شده برادر عزیز؟
رفته و وصل شد. صحیح هست انشاءالله. آمدیم به طرف رنگ تپولوژی. برادرای عزیز، رنگ تپولوژی هم از نامش معلوم است، تپولوژی یا ساختمان یا ساختار حلقوی دایروی. میگه رنگ تپولوژی کنکس وان هوست تو دی نیکس هوست اند دی لاست هوست تو دی فرست هوست. یعنی ما با وسیله رنگ تپولوژی میتونیم که چی کنیم، هوست های مختلف یک هوست با هوست دیگه، هوست دیگه را با هوست دیگه و خلاصه و هوست ها را تایی که با هوست اولی پس برسه. یعنی رنگ تپولوژی یک ساختمان مدور، یک ساختمان دایروی، یک ساختمان حلقوی داره که تمام کامپیوترها یا تمام پی سی ها یا تمام هوست ها با وسیله این شکل یا با وسیله این ساختار مدور با هم وصل هستند. برادران، ریکوایرمنتی که در رنگ تپولوژی داریم عیناً آنان ماننده باس تپولوژی هست. همین کویک جا کیبل، کویک سیلند کارد، بین سی کنکتور، تی کنکتور استفاده میشه. فقط بجای ترمینیتور ما از جاینر یا جنکشن استفاده میکنیم که دو طرف کیبل پس با هم وصل میشن. و یک ساختمانی که در رنگ تپولوژی بود ای بود وقتی که یک کامپیوتر با کامپیوتر دیگه پیام روان میکرد، اون پیامش با کلگی روان میشد، بالاخره پس با خودش که میرسید، بازی نفر میفهمید که پیام من با مردم یا با کسی که روان کرده روان شده. یعنی پیامش یک شکل حلقوی و یک شکل مدور برای خود میگرفت، خودش روان میکرد، پس دوباره به خودش که میرسید باز میفهمید که این مواد من انتقال یافت، رسید و به حساب به جایگاهی که میخواست به حساب رسید. خب برادران، پس به این شکل یک ساختمان، به این شکل یک استرکچر داره و به این شکل میگه This creates a physical ring of cable. خب بس تپولوژی، رنگ تپولوژی اینا از بخش فیزیکال ما میتونیم که بگیم از تپولوژی های فیزیکال با شما رو میگم که یک ساختمان فیزیکی و به حساب قابل دیده بر ما و شما ارگنایز ایجاد میکنه و ما میتونیم ببینیم. خب برادر، ای بود رنگ تپولوژی و همچنان آمدیم به طرف ستار تپولوژی یا تپولوژی ستار مانند. برادر عزیز، the latest, the new topology than the others is star topology. latest ترین، جدید ترین و به حساب مشهور ترین و محبوب ترین و عالی ترین topology star topology است که بعد از topology هایی که ذکر کردم این topology ایجاد شد و این یکی از اولین بار با وسیله زیر نام هب این topology تجربه شد. ولی چون باز هم یک چیز مشکلات خود هب داشت، بازی تپولوژی وقتی که با وسیله سویچ تجربه شد باز یک تجربه خوب بود که تا فعلا هم مردم از ستار تپولوژی با وسیله سویچ استفاده میکنن که میگه ستار تپولوژی کنکتس آل کیبلز تو سنترل پوینت آف کنسنتریشن. یعنی مطلب از این چی هست برادرها؟ که در حقیقت در ستار تپولوژی تمام کنسنتریشن، تمام توجه و تمام فوکال پوینت کامپیوترها یا هوست یک پوینت مرکزی یا یک وسیله مرکزی زیر نام هب و یا سویچ بود برادرم، که تمام از این وسایل با وسیله اینمی هب و اینمی سویچ با هم چی میشدن برادرها؟ با هم وصل میشدن، با هم کنکت میشدن. در ستار تپولوژی ما یک وسیله مرکزی، یک دیوایس مرکزی زیر نام هب و یا سویچ استفاده میکردیم که کامپیوترها با وسیله این مرکزی، با وسیله دیوایس مرکزی با هم چی میشدن برادران؟ با هم وصل میشدن، با هم کنکت میشدن و با هم عملیه ترانسلیشن یا ترانسمیشن انجام میدادن که اگر در نبود سنترال دیوایس با حساب شبکه مود 4 مشکلات، یعنی مطلب از این که ارتباطات به قطع میشده، قسم یک وسیله مرکزی موشمودایی داریم که این شکلش هست که شما میبینید که تا فعلا هم در بانک ها، در کمپانی ها، در ارگانیزیشن ها و در جاهای مختلف از تپولوژی ستار تپولوژی و از وسایل سویچ استفاده میشه. خب برادرها، با می شکل اکسیدنت ستار تپولوژی میگن اکسیدنت ستار تپولوژی لینکس اندیویژوال ستار توگیدر بای کنکتینگ دی باس اند اور سوئچز. دس تپولوژی کان اکستند دی اسکوپ اند کاورج اف دی نتورک. برادر عزیز، اکسیدنت ستار تپولوژی یک تپولوژی، یک ساختمان، یک شکل، یک تپولوژی را به حساب ایجاد میکرد
که خاصتاً میتونست که چندین استارتاپولوژی را با هم، یعنی اکستندد استارتاپولوژی از یک جا شدن دو و یا بالاتر از دو استارتاپولوژی ها با وجود میامد. مثلا یک استارتاپولوژی در یک اتاق، دیگه استارتاپولوژی در دیگه اتاق، دیگه استارتاپولوژی در دیگه اتاق. وقتی که هر سه اتاق شما فرض مثال چی هایشن؟ اینمی شبکه هایشن با هم وصل میکنین، هر سه استارتاپولوژی را در خط شکل ساختمان انترفیس که از اونا با وجود میامد چی بود برادرها؟ اکستندد استارتاپولوژی یک تاپولوژی وسعت یافته یا انکشاف یافته یا پیشرفته تر، و اکسل استارتاپولوژی از یک جا شدن چندین استارتاپولوژی چندین سویچ با وجود میه. وقتی که چندین سویچ ارتباط بدن خودش اکسل استارتاپولوژی را ایجاد میکنه و ارگنایز میکنه. مثل که در اینجا مثال شما دارین و میتونین که در مثال فوق مشاهده کنین که اکسل استارتاپولوژی یعنی چی؟ Mesh topology. A mesh topology is implemented to provide as much protection as possible from interruption of service. Brother Aziz, mesh یا topology جالمانند یا topology نامنظم یا topology که به شکل فرض مثال میتونیم بگیم دایرکت، یک ساختمان دایرکت برای ما شما چی میکنه؟ ایجاد میکنه، ارگانایز میکنه و فعال میسازه. Brother Aziz, mesh topology در حقیقت یک topology است که از فرض مثال شبکه ما و شما را پروتکت میکنه یا در امان نگاه میکنه از هر نوع مشکلات، فرض مثال از هر نوع فرض مثال مزاحمت ارتباطی یا از هر نوع مشکلاتی که در شبکه صورت میگیره مشکلات ارتباطی باشه. چرا؟ مش تپولوژی تپولوژی است که گفتیم یک زاویه را با زاویه های دیگه ارتباط مستقیم میده و از راه های مختلف اینا را با هم وصل میسازه. اگر یک را یعنی یک را اگر بند باشه، ارتباطات نباشه، یعنی از طریق مش تپولوژی ما میتونیم از راه های دیگه ارتباطات برقرار بسازیم، کمیونیکیشن بسازیم، یعنی سرویس یا خدماتی که در مش تپولوژی هست برادرای عزیز که ما و شما همیشه دایرکت کانکتیویتی با دیگر هست با دیگر کامپیوترها در شبکه میداشته باشیم. یک و دوم برادرای عزیز، مش تپولوژی یک تپولوژی لاجیکال از برادرا، یک لاجیکال تپولوژی گفته میشه بخصوص زیادتر زیادتر در شبکه های اینترنت، در شبکه های وین، بخصوص وقتی که شما شهرها را و شکل کشورها را مناطق مختلف جاهایی که از هم با فاصله های دور است اینا را شما ارتباط میدین با هم وصل میسازین، شبکه ای که از اینا با وجود میدین برادرا یک شبکه چی است؟ مش تپولوژی. که مش تپولوژی بلومون رمی شبکه خود اینترنت تسایی کنیم برادرها، در داخل اینترنت اگر شما ببینین دوم تپولوژی است ولی لاجیکال تپولوژی است ما و شما دیده نمیتونیم، یعنی ارتباطات داره. وقتی که تو در اینترنت وصل میشی با کل دنیا میگه وصل میشی خیلی از طریق در کل دنیا خواه از کمپیوتر تو لاین نرفته، خیلی تو از چی طریق ارتباط داری؟ این حال لاین رفته ولی لاجیکال لاین است برادرها، از داخل خود اینترنت به حساب خطوطای لاجیکالی ما و شما داریم و تپولوژی خود اینترنت یک تپولوژی مش است برادران. ما میتونیم که چی بگیم؟ مش تپولوژی برایش بگیم که در حقیقت هر زاویه را با زاویه های دیگه ارتباط مستقیم داره. مثلا شما در اینترنت از طریق یو مسنجر با کانادا، ایران، استرالیا، امریکا و افغانستان و امثال از بعضی ممالک مختلف دیگه در این زمان از یک کمپیوتر خود وصل هستی. ولی اینه در یاد داشته باش برادر عزیز، وقتی که پیام تو در شبکه اینترنت میره هر کدامش در آدرس مشخص خود میره، پیامی که در ایران روان میکنی در لین ایران میره، در ایران روان میکنی در لین ایران میره، در کانادا روان میکنی در اونمورا میره، یعنی هر کدامش تو نیست که مسیر خود خودش پیدا میکنه، چون پکت و یپان چی میشه؟ مشخص میشه. و بسیار برادر عزیز همین سند و ریسیف کردنه اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه یا در یک شبکه هفت مراحل تعیین میکنه برادرها. اینا رو انشالله بخیر به زور خدا در سیسینه شما میخوانید که هفت مراحل چی شکل تکمیل میشه، چی مراحل تعیین میکنه. شاید این امیال شما بر شما ساده باشه وقتی که از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه شما پیام روان میکنید، ولی برادر عزیز اینمی پیام تو وقتی که از سورس به دستینیشن میرسه هفت مراحل تعیین میکنه تا اطلاعات تو از سورس به دستینیشن و دوباره از دستینیشن به سورس میرسن. ایره گاهی فکر کردین شما سن میکنین روال سن شد نیه برده، باید از نگاه تخنیکی بفهمین که
پیامت به چی تبدیل میشه، چه قسم میشه، پکت میشه، فرض مثال سیگنال تبدیل میشه و مثلا به مشکل از خود سیستم ترانسلیشن داره که اطلاعات ما شما چی میشه ترانسلیت میشه تا به جایی که مشخص است میرسه. Each host has its own connection to all other hosts. گفتم هر هست با هست دیگه ارتباط مستقیم داره، ارتباط مستقیم داره. یعنی مطلب ازی که یعنی خب میشتاپولوژی یگانه پیامش ای است که بین هستا دایرکت کانکشن ایجاد میکنه. اگر یک هست ارتباطش با هست دیگه قطع شما میتونه که از راه یک هست دیگه یعنی نایبر هست میتونه که پیام خدا چی نکنه؟ به اون روان کنه. Although the internet has multiple paths to any one location, it does not adopt the full mesh topology. برادر عزیز، با وصف ازی که سعی کنین انترنت خودش در حقیقت مختلف آدرس ها، مختلف فرض مثال نود یا مختلف کمیونیکیشن هم برادر عزیز در یک شبکه ارگنایز میکنن بین مختلف نود، بین مختلف آدرس، بین مختلف به حساب ما و شما میتونیم پروتکل ها ارتباط برقرار میکنن بین مختلف کشورها، بین مختلف شهرها. برادر عزیز چی میکنن؟ یعنی مطلب عزیز که یک ارتباط ارگنایز میکنن، ایجاد میکنن. خود مش تپولوژی هم در حقیقت ما میتونیم که یک مثال خوبه برای به حساب مش تپولوژی بگویم، یا بخصوص سیستم ساتلایت. برادر عزیز، ما اگر ساتلایت متوجه شیم، اینمی ارتباطات ساتلایت هم در حقیقت چی است برادر عزیز؟ یک ساختمان میشه برای خود داره برادران. چرا؟ به خاطر عزیز که یعنی ساتلایت هم اگر ما و شما متوجه شیم، سیستم ساتلایت هم تمام کشورها از خود به حساب به ساتلایت وصل هستن. اینمی ارتباطات تلفن، موبایل کمیونیکیشن، تلفن کمیونیکیشن، تمام از اینا بیسان یک ساختمان، یک ساختار میش برادر عزیز چی میکنه؟ کار میکنه یه ای که بایش ها صورت میگیره یا انجام میشه. و که انشاءالله در درس های آینده باز خواهد راوتر هم خواندیم که راوتر هم میتونه که برادر عزیز یکی از تپولوژی های میش بر ما شما ارگنایز میکنه، یکی از وسایل اساسی که به خاطر ارگنایز و پرفورمنس یک تپولوژی میش است و راوتر است. در اینجا هم یک مثالش هم ما داریم که فعلا هم به شکل لاجیکلی ولی فیزیکلی باز ما راوترها رو میتونیم که استفاده کنیم. در اینجا فیزیکل این لاجیکل برادرای عزیز، لاجیکل به حساب تپولوژی را برای شما یک چیز واضح ساختن. مثلا در اینجا سعی کنیم برادرها مشخص کرده، مثلا در اینجا ما یکی میدیا تایپ داریم، یکی هم فیزیکل تپولوژی داریم و یکی هم لاجیکل تپولوژی داریم که میدیا تایپ معمولا برادر عزیز از فرض مثال یعنی تپولوژی های بس، استار و یا امثال از تمام از اینا برادر عزیز از سیستم ایترنت، ایترنت یعنی مطلب ازی که از میدیا تایپ ایترنت استفاده میکنن. از کدام؟ از میدیا تایپ اینترنت. ایترنت، ایترنت خودش می پورت است، یعنی پورت چی برادر عزیز؟ پورت لان، یعنی مطلب از اینکه با وسیله پورت لان اینا ارتباط دارن. و این برادر عزیز FDD یا فلوپی دیسک درایو، FDD یعنی فلوپی دیسک درایو در حقیقت رینگ تپولوژی که بود برادر عزیز، هم شامل فیزیکال تپولوژی می آمد، هم در کاتگوری لاجیکال می آمد. و ساختمان از این یک ساختمان به حساب از میدیا تایپی که معمولا در رینگ تپولوژی استفاده میکه استفاده میشد، یعنی میخود FDD در رینگ تپولوژی بود، یعنی زیادتر یعنی ساختمان خود چون وقت تکنولوژی اوقدر پیش رفته نبود، اوقدر پیش نبود از اون لحاظ از تکنولوژی FDD و توکن رینگ. توکن رینگ هم مطلب بایپاس هم میگه، مثلا تو پاس میتی بدگه او پاس میتی بدگه او پاس میتی بدگه، یعنی این شکل یک ساختمانه به حساب توکن رنگ میگن، یا مطلب ازی که به شکل حلقوی که فرض مثال کامپیوتر با هم چی میکنه، با هم ارتباط میگه و با هم وصل میشه، کی هم در رنگ تپولوژی سیستم توکن بیس ما داریم و هم خود استار تپولوژی که است در اینجا از نگاه فیزیکال تپولوژی به حساب یک شکل یا یک ساختمان
به حساب تاکن رنگ چی میکنم؟ ارگانایز میکنم یا ایجاد میکنم؟ برادر بلموم، اگر ما تپولوژی رو متوجه شویم، تپولوژی از یک نگاه هم فیزیکال هست هم لاجیکال هست. از نگاه ساختمان فیزیکی که ما میبینیم شامل کتگوری فیزیکال تپولوژی است، ولی از نگاه ارتباطات داخلی، کمیونیکیشن داخلی، لاجیکال هم بوده میتونه. یعنی یک تپولوژی هم فیزیکال بوده میتونه و هم لاجیکال. فیزیکال که ما میبینیم، لاجیکال که پروسس میشه داخل. صحیح است انشاءالله. این یک پیام اساسی فیزیکال و لاجیکال از تپولوژی ها میبینیم. خب آمدیم به طرف شبکه های لین، مین و وین، شبکه های محلی، شبکه های شهری و شبکه های جهانی. برادرای عزیز، در حقیقت بر ما و شما واضح است و ما میفهمیم که در دنیا، به خصوص در کل دنیا را اگر ما و شما متوجه باشیم، شبکه ها برمون به سه کتگوری یا به سه بخش کتگورایز شده یا تقسیم شده، یا ارتباطات ما میتونیم شبکه ها را بگوییم که به سه کتگوری ارگانایز میشه. یکی لین یا شبکه محلی، دیگه مین یا شبکه شهری، دیگه وین یا شبکه جهانی میباشه. که در اینجا هم راجع به این شبکه و محیط از این شبکه یک چیز ما بحث میکنیم و میخوانیم. میگه وان ایرلی سلوشن واز دی کریشن اف لوکال ایریا نتورک یا لین استانداردز ویچ پروواید ان اوپن سیت اف گایدلاینز فار کریئتینگ نتورک هاردویر اینڈ سافٹ ویئر میکنگ اکوئپمنٹ فرام ڈیفرنٹ کمپنیز کیپیبلٹی کپیتیبل. یعنی مطلب از این چی از برادر عزیز که در حقیقت، یعنی یکی از راه حلی که به خاطر ایجاد نمودن یک شبکه های محل و یا ارگانایز نمودن یک شبکه های محل به شکل استاندارد و به شکل میاری، اینمی شبکه لین یا شبکه محلی در حقیقت میتونه یک وسیله باشه که با یک جا ساختن مختلف دیوایس های هاردویر و استفاده نمودن اینمی به حساب سافتویر ها به داخل یک محیط، در حقیقت میتونه که یک شبکه را برای ما و شما ارگانیز کنه یا یک لوکال ایریا نتورک را ارگانیز کنه که تا کمپیوتر ها یا اینمی وسایل با هم در تماس شن و یا ای که وصل شود. برادر عزیز، یعنی خود یک شبکه لین در حقیقت شبکه را میگن which is limited to a building, home, office or small place. در حقیقت شبکه محلی عبارت از شبکه را گوین وقتی که شما یک شبکه ارگانیز میکنید در یک شبکه، در یک موقعیت بسیار محدود، در یک اتاق، در یک دفتر، در خانه، فرمسال در هر جای، بین مختلف وسایل، کمپیوتر، چندین کمپیوتر باشه، چندین پرینتر باشه، فرمسال چندین فرمسال فایل سرور باشه، فرمسال بعضی دیوایس های مختلف دیگه باشه، شما یک شبکه رو ارگانیز میکنید و کمپیوترها رو با هم وصل میسازید. در حقیقت اینمی خودش یک شبکه محل برای شما ایجاد میکنه تا بتونید شما مشکلات اونمو محلتان رو با وسیله تپولوژی حل و حل بسازید. میگه what was needed was a way for information to move efficiently and quickly not only within a company but also from one business to another. میگه برادر عزیز، یگانه ضرورت، یگانه چیزی که زیادتر برای ما ضرورت بود، به یک کمپانی ضرورت بود، به یک ارگانیزیشن ضرورت بود، به یک بزنس ضرورت بود، ای بود که اینا چطور بتونن که موادهای خود، اطلاعات خود یا دیتاهای خود به شکل افیشنتلی، یعنی به شکل مؤثرتر، به شکل ساده‌تر و به شکل تیزتر بتونن که از یک کمپانی به کمپانی دیگه، از یک نود به نود دیگه، از یک آدرس به آدرس دیگه، از یک بزنس به آدرس به بزنس دیگه انتقال داده بتانند. پس یعنی در حقیقت، یعنی مفهوم و منظور از این گپ ای است که چی باعث شد که شبکه ها ارگانیز شد. اینمی که وقتی که من یک کمپانی دارم، میخوایم به کمپانی دیگه وصل شوم و ما میخوایم با اون کمپانی دیگه کنم، صحیح است نه؟ پس بخاطر از اینکه من معلومات خود با او کمپانی سند کرده بتانم و بتانم از او کمپانی دوباره ریسیو داشته باشم، در حقیقت ما باید که بین هم یک شبکه ارگانایز کنیم که به شکل مؤثرتر، پیشرفته‌تر، عالی‌تر، خوبتر و تیزتر اطلاعات ما بین هم سند ریسیو شود، که شبکه باعث شد تا بتانه این مشکلات ما را حل بسازه. میگه The solution was the creation of Metropolitan Area Network means and wide area network.
وینز در حقیقت راه حل به خاطر حل از این مشکلاتی که شبکه‌های محل شما ارتباط بتین تا که بتونین از یک شبکه محل به شبکه محل دیگه مواد ترانسفر کنین، یا این که از یک شهر به شهر دیگه اطلاعات سند رسید کنین، یا از یک مملکت به مملکت دیگه به خاطر حل نبودن از این مشکلات، به خاطر دوباره به حساب حل ساختن این پرابلم ها، یعنی شبکه هایی که ارگنایز شد زیر نام شبکه های مین یا متروپولیتن نتورک یا شبکه های شهری یا وین یا واید نتورک، شبکه های جهانی که اینا راه حل بود که تا ما با وسیله زیر نام میتونیم که شبکه های شهری جهانی رو با هم وصل بسازیم، ارتباط بتیم و بتانیم که عملی ترانسفورمیشن رو چی کنیم؟ انجام بتیم و حل بسازیم. خب برادرها، پس ای بود یعنی مطلب عزیزی که به خاطر حل یک قسم یک ارتباط ما شبکه های مین و وین داریم که در شبکه لین هم یک چیز براتون معلومات داده. لینز are designed to operate within a limited geographic area، یعنی مطلب از این که ما میتونیم شبکه لینه در یک جیگرافیک، در یک لوکیشن، در یک موقعیت بسیار لیمیتد یعنی مطلب از این که محدود زیر دست خود ما باشه. allow multi access to high bandwidth media، ما میتونیم که با وسیله از این فرضمثال میدیاهای یا فرضمثال بینوید یا فرضمثال ضربت های بسیار بالا را، یعنی اسپید های بسیار بالا یا مثلا او را بعد اسلس هست هایی که به داخل خود شبکه ما داریم چی کنیم؟ قرار بتیم، یعنی علاو ملتی اکسس تو های بینوید میدیا، ما میتونیم هست های خود به وسیله شبکه محل میتونیم به مختلف میدیا، مثلا راوتر باشه، اینترنت سویچ باشه، مثلا پرینتر باشه و همچال از بعضی مختلف میدیا های دیگر باشه بعد اسلسشان قرار بتیم. control the network privately under local administration، در حقیقت کنترل نمودن و عیار سازی و ادمنستریشن نمودن یک شبکه محل، یک شبکه فرضمثال لین به اساس یک ادمنستریشن لوکال، که ما وسیله یک ادمنستریشن لوکال چطور بتونیم شبکه خود عیار و تیار و کنفیگر و زیر دست خود قرار بدیم. provide full time connectivity to local services، یعنی همیشه و همیشه شبکه های با وسیله شبکه محل ما میتونیم که 24 ساعت ارتباطات یا کمیونیکیشن داشته باشیم و 24 ساعت ما میتونیم که خدمات بر از اینا چی کنیم برادر عزیز، خدمات مختلفی که در شبکه های ما و شما هست اونها را به دسترس هوست ها و به دسترس کلاینت های خود قرار بدیم. connect physical adjacent devices، و یگانه وسیله است که میتونه با همسایه ها یا با بعضی وسایل هایی که هم جوارش است به شکل فیزیکی، یعنی ما میتونیم دیوایس ها را به شکل فیزیکی با هم ارتباط بتیم، یعنی با هم وصل بسازیم، در حد میتونیم که یک شبکی خوب لین آپریت کنیم یا ای که IR بسازیم. در لین معمولا راوتر هم استفاده میشه، گفتم هب هم، ایترنت سویچ هم، ریپیتر هم، برج هم، اینیم وسایل از دیگه کمپیوتر است و پرینتر است و اسکنر است و همسال از و بعضی وسایل دیگه هم است، ولی این وسایل است که بخصوص زیادتر چی میشه برادران استفاده میشه. خب میریم به طرف وین. وینز آر دیزاین تو آپریت اوور ا لارج جیوگرافیک اریا، وین در حقیقت عبارت از شبکه است که یعنی مطلب از این ما میتونیم که شبکه را عیار بسازیم آپریت کنیم وقتی که یک ساحه جیوگرافیکی بسیار بزرگ و بسیار کلان و بسیار وسیع داشته باشیم، به خاطر عیار سازی و به خاطر تیار نمودن فرضمثال یک شبکه به شکل وسیع و به شکل پیشرفته تر، در حد ما میتونیم به وسیله وین یا فرضمثال واید ایریا نتورک اونا را نام بدهیم. مثلا وقتی که شما فرضمثال یک شبکه در ایج داخل افغانستان به کابل دارین، یک شبکه به هندوستان به دیلی دارین، یک شبکه به دبی فرضمثال شما دارین، وقتی که اینا را به اساس یک جغرافیک ایریای لارج با اساس یک ایریای بزرگ شما اینا رو با هم وصل میسازین، این که از طریق راوتر باشه، اینترنت باشه، ساتلایت باشه یا این که همسال از بعضی تکنیشن های مختلف دیگر استفاده کنیم به خاطر وصل از اینا، یعنی ایریایی که به حساب وسط پیدا کرد و از کشور خود ما ارتباطات ما خارج شد، ما متصل شدیم به هندوستان و به دبی و به بعض ممالک دیگه، اینا رو اینم ایریا، اینا 3-4 ایریا با هم ارتباط است، اینی ایریا را ایریای لارج میگه و معمولا لارج ایریا از لارج ایریا شبکه های وین بس میکنه. وین شبکه هایست وقتی که شما دو یا بالاتر از دو ممالک
پایتخت‌ها را کشورهای مختلف ارتباط بدن، یک ایریای بزرگ با وجود می و خودش یک شبکه وین تشکیل می دهد. Allow access over serial interface operating at lower speed. یعنی مطلب از این که ما می تانیم که مطلب از این که با وسیله از این شبکه وین ما با مختلف وسایل ها یا اینترفیس هایی که به حساب وصل هستیم عبور و مرور داشته باشیم. این رو دیاد داشته باشیم برادر، وقتی که تو یک پیام از کمپیوترت روان میکنی، پیام به هندوستان در دلی که یک شبکه در اوج داری، از این همی جایی که پیکیت تو سن میشه، از جایی که تو روان میکنی تایی که به اون میرسه، این رو آیا فکر کردی که چقدر اینترفیس ها، چقدر سیریال یا چقدر سیریال اینترفیس ها ای عبور میکنه تایی که به اون همو دستنیشن خود میرسه. یعنی مطلب از ای از برادر عزیز که شبکه وین به حساب شبکه است که در حقیقت بر ما ارتباطات به هر رقمی که باشه ما وسیله زی میتونیم ارگانایز کنیم و در شبکه وین ما مختلف از وسایل مانند راوتر، فرضمثال سیستم های دومین، سرور ها، فرضمثال سیستم های وای، سیستم های ویدیو و امثال از بعضی وسایل های مختلف ما استفاده میکنیم تا ای که یک شبکه را عیار تیار کنیم تا ای که ما بتانیم از یک جا به جای دیگر پیام روان کنیم. Provide full time and part time connectivity. ما با وسیله وین میتونیم کم full time و هم part time یک شبکه با حساب چی کنیم؟ یعنی یک ریسورس یا یک خدمات ارگانایز کنیم یا ترتیب تنظیم کنیم. Connect devices separate over wide, even global areas. Yani connect devices separated over wide, even global areas. در حقیقت یعنی به شکل جداگانه ما میتونیم برادرای عزیز که وسایل مختلف جهانی را با هم به حساب و از ایریاهای مختلف در تماس بسازیم یا ای که وصل بسازیم. مثلا همی شبکه AIB بانک در نظر میگیره نه؟ یعنی سیستم ETM اش هم میگیم، سیستم ETM داره نه؟ سیستم ETM سویچ هست که میتونی برادر عزیز یعنی با وسیله ETM سویچ شما میتونید که به هر گوشه کنار دنیا برین همه طورست نه؟ یا به اون ممالک که اینا پارتنرشپ داره شما میتونید که پول لیجه پرتین با وسیله یک کارت مشخص از اوجه شما چی کنین؟ پولتان رو بدست بیارین و پولتان رو بگیرین با وصف از اینکه تو پیمنت دیجه میکنی داخل افغانستان در امریکا هم برو ایتیم کارت پیشت باشه میتونی از ماشین های ایتیمش چی کنی برادر عزیز. این حالا ایجه کنک دیوائس سپریت اوور واید یعنی ما مطلب ازی که میتونیم با اینمی وسایل مختلفه که فرمسال در ایریا مثلا ایتیم سویچ هست، کمیونیکیشن سرور ما دارم یا موریم های سی سی و دی سی و هست به حساب یا خود راوتر است که در اخر این نوع خودش هم میتونه که یک شبکه های گلوبال ایریا و یک شبکه های بسیار وسیع و حتی شبکه هایی که ما را اجازه میده که به حساب سورس را که دیگه ما عیار میشنیم تیار میسازیم از جاها از مناطق مختلف دریافت کنیم و یا به دسترس ما قرار بگیره بدون کدام مشکل بدون کدام پرابلم. چی سوال باشه برادرم؟ که در اینجا یکی از این وسایل ها رو نام گرفته راوتر از کمیونیکیشن سرور است که کمیونیکیشن سرور معمولا در اینترنت استفاده میشه به خاطر عیار سازی ایجاد نمودن این ارتباطات بین سورس های مختلف ایریاهای مختلف و خود مودیم است، مودیم هایی که در ویسد و وای مکس و فرمسال معمولا ما استفاده میکنیم. خب آمدیم به طرف بینویت. بینویت چی رو میگه برادران؟ بینویت در حقیقت ما میتونیم که به حساب ظرفیت یا فرض مثال به حساب میتونیم که بگوییم که در حقیقت ظرفیت یک شبکه را ما میتونیم به وسیله بینویت مشخص بسازیم. خب برادران که بینویت در حقیقت کلمه انگلیسی است که یعنی در یک شبکه بینویت بسیار ضرور است، بسیار مهم است که ما میتونیم بینویت از سرعت، از قدرت و از گنجایش ظرفیت یک شبکه بحث میکنه که مطلب از این که فرض مثال شما وقتی که میخواین یک شبکه ایجاد کنین، یک شبکه ارگانایز کنین، بخصوص شبکه های وین، شما اولین چیزی که سر از او توجه میتین و بینویت است که باید شما یک بینویت خوب، یک بینویت درست
حساب بتانین عیار کنین تا که ارتباطات خوب داشته باشین. میگه why bandwidth is important. میگه bandwidth is limited by physics and technologies. تکنولوژی بنویت خود در عقب برادرای عزیز به وسیله نمی تکنولوژی ها بعد اساس ما قرار میگیره، به وسیله نمی وسایل فیزیکی بعد اساس ما قرار میگیره، به وسیله نمی مدیا بعد اساس ما قرار میگیره، به وسیله نمی وسایل اینا محدود هم میشه برادران. یعنی محدودیت بنویت ها بلمون به وسیله نمی وسایل چی از برادران؟ اینمی وسایل که مشخص کردیم برادران. بنویت از نات فری. بنویت یعنی چیز رایگان یا چیز فری برای شما نیست برادر. بنوید از نات فری یعنی در اخر ما بنوید پس معلوم میشه که فری نباشه پس خریداری میشه. بنوید requirements are growing at a rapid rate. برادر عزیز چی میگم؟ یعنی در اینجا یعنی گپ اساسی بنوید ای از برادر عزیز که بخاطر growing یا مطلب عزیز که بخاطر یعنی تیز نمودن یا سرعت یا قدرت یا فرض مثال از چی هست؟ از اینمی وسایل یا requirement یا می دیوائس هایی که ما بخصوص استفاده میکنیم. بنوید خودش از ریت یعنی از ترانسلیشن از انتقال یا دوباره پس ریسیو نمودن اینمی به حساب اطلاعات ما در یک میدیا در یک شبکه بس میکنن. یعنی مطلب از اینکه هر قدر بنویت ما بالا باشه به همان اندازه ما میتونیم که چی کنیم برادرای عزیز اطلاعات خود به شکل سموت ریلایبر و عالی انتقال بده و هر قدر که بنویت ما ضعیف باشه به همان اندازه اطلاعات ما سلو ضعیف چی میشه ترانسلیت میشه. بنویت از ا کریتیکال تو نتورک پرفورمنس برادر عزیز یعنی یک گپ اساسی یک موضوع مهم یک پوینت مرکزی به خاطر پرفورمنس به خاطر کار یک شبکه است. یعنی یک شبکه پرفورمنسش به وسیله چی از برادر عزیز بنویت است. مثلا یک مثال بهترین مثال ما برای شما دی کابل میتونم بگیم. این سرک تایمری شما در نظر بگیریم بیشار برادر عزیز چی است؟ نیرو یعنی مطلب از این که باریک است. اما یک موتر که دور بخوره از یک سرک به سرک دیگه فکر میکنم شاید که یک 5-10 دقیقه مردم بیادر خند پیش در پشت هش میشه یک رو. این حال ظرفیت یا همی بینوید یعنی ظرفیت ظرفیت اینمی سرک خورد است. میریم به طرف 40 متره سرک 40 متره ما داریم. این حال اقدر گیربار اقدر رشه که در این سرک های که بینوید یعنی مرزن ظرفیت از اینا خورد است نسبت به سرک هایی که بزرگ هستن اقدر رش نمی باشه یعنی در سرک های بزرگ. چرا؟ اونا به امان اندازه چی دارن؟ بنویتشان یعنی وسیع هستن بزرگ هستن ظرفیت کلان دارن و میتونن در عین زمان به مو اندازه خود موترها را انتقال بدن ولی دیگه فقط اون یک موتر یعنی هر سرک نسبت به اون مو ظرفیت خود میتونه که یک موتر پولو در پولو باشه. این حال مطلب ازی که فرض مثال در سرک 40 متره 4 قطار موتر میره و میه یا 5 قطار یا 6 قطار ولی در این سرک شاید که 1 قطار یا 2 قطار از او بالاتر نه. این حال چون ظرفیت یا بنویت او سرک نسبت به این سرک بالاتر است انتقال از اون نسبت به چی است؟ زیاد است. این حال در شبکه هم برادر عزیز دیجه که یک مثال بر شما دادم میگه بنویت is like a number of lines یا lanes on a highway. تعداد این لاینکایی را که شما در یک سرک میبینین صحیح است نه مثلا یا در یک خط میبینین. این حال هر قدر که لاین زیاد داشت و مقدر گنجایش که زیاد داره هر قدر که لاین کم داره اینی که یک لاین داره یعنی یک موتر ای گنجایش داره که چی کنه ای که دو لاین داره میتونه که یک طرف بیه یک طرف بیه ای که چند داره مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6 داره با مو اندازه میتونه که برادر عزیز چی کنه یعنی بنویت از اینمی ریت از ترانسلیشن از انتقال اطلاع در یک میدیا بس میکنه و در یک شبکه با کدام ظرفیت میتونه که پیام یا اطلاع ما و شما را هر قدر که بنویت ما بالا باشه به همان اندازه اطلاعات ما زود چی میشه ترانسفر میشه هر قدر که کم باشه. یک مثال دیگه میتونم خلاص مثلا دو پایپ در نظر میگیرین یک پایپ بزرگ 10 میلی در نظر میگیرین یک پایپ فرض مثال 2 میلی در نظر میگیرین و یک چام است یک چا دارین دو دانه چا دارین و میخواین هر دو چا را آب پر کنین.
این حالا به نظر شما این پایپ که 10 میلی است زود چارا پر میکنه یا ای که 2 میلی است؟ معلوم دار است که پایپ که 10 میلی باشه نسبت به 2 میلی میتون به زودترین فرصت چی کنه؟ چارا پر کنه. بخاطر ازی، بخاطر ازی که ظرفیت یا بینویت از این پایپ 10 میلی است و این در یک سکند میتونه که 10 میلی آب یا فرنسال به ظرفیت خود انتقال بده و او میتونه 2 میلی. این حالی که در یک ثانیه 10 میلی و در یک ثانیه 2 میلی، پس او در 10 ثانیه اگه پر کنه ای در فرض مثال زر بزنین در زر بشه. این حاله به می شکل در یک شبکه هم است. هر شبکه هر خدر که منویتش بالا باشه به مان اندازه سرعت قدرت اسپیدش بالا است. هر خدر که پایین باشه به مان اندازه سرعت و یک گپایش پایین است. من چی میکنم؟ صحیح است شورم؟ ای بود برادر عزیز بنویت، خدا کنه که براتان واضح شده باشه و در اینجا میجرینگ آف بنویت برای شما برادر عزیز مشخص ساخته و براتان گفته که با چی سیستم است. میگه یونیت آف بنویت و ابرویشن و اکویلنس، یعنی بیتس پر سکند بی پی اس است که یک بی پی اس فاندمنتال یونیت آف بنویت، یعنی بنویت از یک بی پی اس چی؟ بیت پر سکند از یک بی پی اس شروع میشه تا تی پی بی اس، یعنی مطلب از این که آغاز بنوید یا آغاز سرعت ما در یک لاین، آغاز سرعت ما سرعت بنوید از یک ثانیه شروع میشه، یعنی یک ثانیه در یک سکند. کیلو بایت پر سکند، یک کیلو بایت پر سکند مساوی با، یعنی اگر ما بگوییم که اینی وسیله در یک ثانیه یک کیلو یعنی یک کی بی پی اس است، یعنی ما میتونیم که بگوییم در یک ثانیه 1000 بی پی اس. چی میکنم برادر عزیز؟ 1000 بی پی اس تا به حساب میتونه که اطلاعات ما و شما را ترانسمیت کنه یا ترانسفر کنه. چرا؟ به خاطر ازی که یعنی مطلب ازی که یعنی یک کی بی ما برابر به 1000 بی پی اس میشه، بیت پر سکند برابر به 1000 بیت میشه. خلاصه گرفتین؟ یعنی بیت برابر به یک پلک یا برابر به یک ثانیه که میتونیم بگیم که 8 بیت برابر به چند میشه؟ 8 بیت برابر به یک بایت که برابر به یک کاراکتر میشه. صحیح شد؟ مگا بایت پر سکند ام بی پی اس. این حالا برادر عزیز در حقیقت یک ام بی پی اس ما برابر به 1,000,000 بی پی اس میشه یا 10^6 بی پی اس، یعنی مطلب عزیز ما میتونیم که بگوییم که فرض مثال اینی سرعت عزیز یک ام بی پی اس است. مثلا یک انترنت میگیری یک ام بی پی اس، پس ایره بفهم که در یک ثانیه میتونه 1,000,000 بیت پر سکند چی کنه؟ دیتا را سندی ریسیف کنه. 1,000,000 بیت میتونه چی کنه؟ سندی ریسیف کنه. گیگابایت، گیگابایت یعنی 1 گیگابایت ما برابر با چند میشه؟ ایرنال یک اندهن کنین دیگه. صحیح است نه؟ چون یعنی ما میتونیم بگوییم که 1 Gbps یا 1 kilobyte per second، گیگابایت ببخشید کیلوبایت میگن، گیگابایت پر سکند برابر با 1,000,000,000 بیت میشه پر سکند. چی؟ 1,000,000,000. و ترابایت پر سکند یا تی بی پی اس، 1 Tbps ما برابر با 100,000,000 10,000 100,000 100,000. صحیح است نه؟ میلیون، 10,000,000، 100,000,000. صحیح است نه؟ 100,000,000 تقریبا برادرای عزیز 1,000,000,000,000 میشه. چقدر؟ 1,000,000,000 بی پی اس، یعنی 1 Tbps ما برابر به 1,000,000,000 چی؟ بیت پر سکند. خدا کنه که در شمارش غلطی نکرده باشیم، ان شاء الله خدا مهربان است. پس برادر عزیز اینی measurement of bandwidth بود که در یکان جایی که شما فهمیدین که speed از این 512 کیلوبایت است، این حالا 512 کیلوبایت 1 کیلوبایت ما برابر به 1000 بی پی اس میشه. باز 1000 از ضرب 512 کنید، هر چیزی که آمد بفهمید که اینقدر ظرفیت اینمی لائن انترنت یا اینمی چیزی رو که تو مشخص کردی است.
صحیح هستین چهارم؟ خب برادر عزیز، درس امروزی ما و شما دمیجه به پایان میرسه. تا درس های بعدی شما را به خدای پاک میسپاریم. شاد و موفق کامیاب باشین و من الله توفیق. منتظر ویدیوهای دیگه هم باشین.